درود بر شما همراهان کانال شب رو و ممنونم از لایک و سابسکرایبتون همراهان عزیز با فشردن کلید زنگوله میتونید از جدیدترین داستانهای ما قبل از بقیه با خبر بشید بریم که با هم داستان واقعی رو بشنویم دقیقا یادمه دو سال قبل پاییز بود که دیدمش اون روز حوصلم توی خونه سر رفته بود با ماشین اومده بودم توی خیابون یه دوری بزنم اون روز خیلی بارون شدید بود یه یهو چشمم خورد به یه دختری که توی ایستگاه تاکسی منتظر تاکسی بود اون لحظه دلم براش سوپ گفتم حالا حالا که ماشین گیرش نمیاد توی این بارون گناه داره حالا من میرسونمش خونه من آدمی خیزی نبودم اون لحظه فقط به خاطر اینکه اون دختر تاکسی گیرش نمی اومد میخواستم برسونمش خونه اصلا قیافش رو ندیدم وقتی جلوی پاش ترمز کردم دیدم معطلی سوار شد فکر کنم خیلی وقت بود که منتظر مونده بود وقتی توی ماشین نشست تازه تونستم صورتش رو ببینم باورم نمیشد انگار یه فرشته سوار کرده بودم اونقدر که این دختر خوشگل بود ازم تشکر کرد گفت خیلی ممنونم که ایستادین خیلی وقتی که منتظر تاکسی بودم همین شد استارت حرف زدن من و اون من ازش راجب خودش پرسیدم روم نمیشد مستقیم بپرسم مجرد یا متعهل گفتم شما شوهرتون دنبالتون نیومد که اینجا وایسادین آخه یه خانمی مثل شما حیفه که تو این بارونا تنها ایستاده باشه از این زبون که همه پسرا میریزن موقعی که بخوام با یکی دوست بشن اونم برگشت بهم گفت من شوهر ندارم مجردم همین شد زمینه آشنایی من و اون فهمیدم که مال این شهر نیست و چند سالیه که اومده اینجا و پیش خالش زندگی میکنه آخه پدر و مادرش چند سال قبل از هم جدا شده بودن خودش خیلی خوشگل بود واقعا صورتش دخترونه و ناز بود شاید هر پسر دیگه هم جای من بود توی اون لحظه بهش شماره میداد منم هم همین کارو کردم از فرداش کارم شده بود این که به زنگ بزنم و با هم بریم بیرون یه جورایی خیلی ازش خوشم اومده بود ما وضعیت مالیمون خوب بود به خاطر همینم حتما اون به جواب دوستیم جواب مثبت داد من اون روزی که رسونده بودمش ماشین شاسی بلند بابام دستم بود آخه پدرم وضعیت مالیش بد نبود خوب بود. اسم دختر سحر بود. یه چند سالی هم از من کوچکتر. خودی سر کار میرفت و توی قنادی کار میکرد. دیگه کارمون این بود که هر روز با هم یا کافه بودیم یا رستوران. همه چیز خیلی خوب بود. من حتی به ازدواج باهاش فکر میکردم. سحر خیلی دختر آرومی بود. آروم و خانم من چندباری به سهر کلی پول داده بودم که برای خودش لباس و اینجور چیزا بخره بهش گفتم نیازی نیست که دیگه اصلا سر کار بره من و خارجش رو تعمین میکنم ولی اون میگفت من نمیتونم تو خونه بشینم باید حتما کار کنم چون از بچگی کار کردم بیکاری اذیتم میکنه نخواستم بهش همون اول کار سخت بگیرم با خودم گفتم کم کم بهش میگم که کار نکنه یه چند باری هم خالش رو دیدم همین خالش که باهاش زندگی میکرد خیلی قرتی بود من و سهر یه چند با هم بودیم میخواستم رابطمون رو جدی تر کنم احساس میکردم به سحر خیلی حسای خوبی دارم این دختر وقتی با هم بود خیلی منو میخندود اصلا خیلی باهاش شاد بودم من اون زمان دوست دختری هم نداشتم شاید به خاطر همین به سحر وابسته شده بودم قضیه رو بهش گفتم و دوست داشتم بدونم که نظر خودش راجع به من چیه بالاخره ما چندی ماه بود که با هم در ارتباط بودیم گفتم ببین سحر من به تو این رابطه به چشم ازدواج نگاه میکنم میخوام بدونم نظر خودت چیه اول جا خورد بعد به هم گفت که نه ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم اینو که گفت خیلی ناراحت شدم آخه من شرایط زندگیم خیلی خوب بود فکر نمی کردم جواب رد به هم بده گفتم دلیل چیه؟ گفت ما شرایطمون به هم نمیخوره تو خونوادت وضعیتشون خوبه من پدر و مادرم از هم جدا شدن با این قضایی بعدا داستان درست میشه احساس کردم داره بهونه میاره بهش گفتم نه نگران نباش من خانوادم رو راضی میکنم بعدشم وقتی من دوست داشته باشم مطمئن باش خانوادم تو رو دوست دارن و بهت احترام میذارن خانواده من آدمای بدی نیستن وقتی من اینو گفتم برگشت و گفت نه من اصلا الان قصد ازدواج ندارم دیگه مطمئن شدم که داره بهونه میاره گفتم سهر تو مشکلت چیه؟ تو اگه برای جهیزیه و اینجور چیزا مشکل داری یا اینکه وضعیتت خوب نیست اگه به خاطر اینجور چیزاست من اصلا از تو هیچی نمیخوام جهیزیه نمیخوام مطمئن باش که من خودم برات همه چی میگیرم دیدم سرش رو انداخت پایین و گفت نه یه موضوعی هست که تو ازش بیخبری اینو که گفت کنجکاف شدم بدونم چه خبره من حتی مثل فیلما به این فکر میکردم که نکنه الان بگه سرطان داره یا حالا هر چیزی تا این حد به این چیزا فکر میکردم الا اون چیزی که اون میخواست بگه. بهم گفت که من دختر نیستم وقتی اینو بهم به گفت اصلا خودم شوکه شده بودم مونده بودم واقعا اصلا حرف نمیتونستم بزنم بهش گفتم شوخی میکنی گفت نه من واقعا دختر نیستم یه پسری گولم زد و دخترونگی ما ازم گرفت به خاطر همین نمیخواستم باهات ازدواج کنم من تو تمام این مدت با سهر فقط در حد یه بوسه یا بغل پیشش رفته بودم نه بیشتر من هنوز فکر می کردم سهر داره شوخی می کنه یا اینکه داره منو امتحان می کنه. بعد دیدم نه کاملا جدی داره این حرفو میزنه اون لحظه خیلی ناراحت شدم بیشتر عصبی شده بودم زود ازش خداحافظی کردم و رفتم خونه تو فکر این بودم که رابطه رو تمومش کنم من واقعا نمیتونستم با یه همچین دختری بمونم این جزو خط قرمزای من بود اینکه زنم بخواد قبل من با یکی رابطه داشته باشه شاید خیلیا براشون اهمیتی نداشته باشه یا بگن تو مثل مردای قدیم فکر میکنی ولی من واقعا برام مهم بود که زنم دست خورده نباشه اون روز که رفتم دیگه به سحر زنگ نزدم بهم به زنگ نزد متوجه شدم میخواد خودم تصمیمم رو بگیرم حتی تا دو روز بعدشم به هی زنگ نزدم ولی توی این دو روز انگار یه چیزی رو گم کرده باشم چون وابستش بودم هی به این فکر کردم که اگه باش کات کنم و بره با یکی دیگه ازدواج کنه من دیوونه میشم خیلی دوستش داشتم خیلی به دلم نشسته بود هرچی با خودم کلنجار میرفتم که این دختره رو ول کنم نمیتونستم از زیباییش و از حس خوبی که بهم میداد بگذرم با خودم گفتم این دختر این همه های خوب داشت این اشتباه هم دست خودش نبوده خودش گفت که پسر گولی زده اون که بیچاره دختر بدی نبوده گولی زدن خلاصی که کلی با خودم کلنجار رفتم تا در آخر به خودم گفتم که این دختر رو از دست ندم اون روز یادم به زنگ زدم و گفتم که من مشکلی با این قضیه ندارم اونم گفت مطمئنی که مشکلی نداری فردا توی زندگی منو اذیتم هم نمی کنی؟ بهم گفت منم تو رو خیلی دوست دارم ولی دوست ندارم که فردا توی زندگی به خاطر این قضیه دچار اختلاف بشیم یا بگی چرا اینجوری بودی؟ گفتم نه خیالت راحت باشه من با خودم کنار اومدم خلاصه قضیه ازدواج اما به پدر و مادرم گفتم اونا اولش واکنش بدی نشون دادن آخه گفتن پدر و مادرش از هم جدا شدن خودش هم که پیش خالش زندگی میکنه اونا گفتن نه ما راضی نیستیم با یه همچی دختری ازدواج کنیم ولی وقتی دیدن من خیلی پافشاری میکنم و فقط میخوام با این دختره ازدواج کنم اونام کم کم نرم شدن مامانم بیشتر مشتاق بود که ببینه دختری کیه که من اونقدر پافشاری میکنم وقتی سهر را دید خیلی خوشش اومده بود میگفت خیلی دختر خوشگلیه فقط بهم گفت که انگار خالش یک کمی شیطون میزنه خودم گفتم مادر چه ربطی به خالش داره من میخوام با اون زندگی کنم گفت خب بالاخره پیش خالش بزرگ شده مطمئنی که دختر بدی نیست من باز تا اونجا گفتم که نه این دختر دختر خوبیه حالا هر کی دور اطرافش مشکل داره دلیل نمیشه که اون طرف هم مشکل داشته باشه خوبم رفته بود و راجب خانواده سهر راجب خالش و راجب محیط زندگیشون خلاصه همه چیز تحقیق کرده بود وقتی برگشت انگار قیافش خیلی دپرس بود گفتم چی شده بابا گفت تو این دختر رو از کجا پیداش کردی من جا خوردم و گفتم یعنی چی از کجا پیداش کردم من مدتی باش دوست شدم و رابطمونم خیلی جدیه گفت نه تو این خانواده رو نمیشناسی خیلی راجع به خالش و خودشون بد میگن میگن که اینا آدمای نرمالی نیستن هر دفعه با یه پسریان پدرم که اینو گفت ناراحت شدم گفتم خب اینا رو راجع به خالش میگن دختر خودش خیلی دختر خوبیه حتی گفت پشت سر دخترم چیزای بدی میگن میگن که اینم مثل خالشه اینو که گفت واقعا ناراحت شدم گفتم چرا این حرف رو میزنی بابا شما به خاطر اینکه سحر پدر و مادر آنچنانی نداره یا وضعیت مالیشون خوب نیست دارین این حرفا رو میزنین که من باهاش ازدواج نکنم اگه به خاطر اینه که باید بهتون بگم من واقعا این دختر رو دوست دارم من زمان فکر میکردم پدر و مادرم دارن دروغ میگن که من سهر رو ولش کنم. خلاصه که اونقدر باهاشون دعوا و درگیری داشتم. اونقدر باهاشون قهر و آشتی کردم تا راضی شدن که من با سهر ازدواج کنم. مراسم عقد من و سهر خیلی ساده برگزار شد. از طرف خانواده اونا فقط یه پدرش اومده بود که امضا بده. وقتی اون روز باباشو دیدم شکه شدم. باباش یه آدم معتادی بود اصلا از لحاظ خانوادگی در سطح خانواده ما نبودن. ولی مهم علاقه من به سهر بود اون روز خیلی خوشحال شده بودم مامانم دیگه سعی کرد کینه و کدورت ها رو بریزه دور و نگاهش رو به سهر مثبت کنه بالاخره عروسش شده بود یادمه یه انگشتر خیلی خوشگل برای سهر خریده بود زندگی ما کلا خیلی قشنگ بود دوران عقدمون خیلی خوب بود چند باری هم خالی سهر منو دعوت کرده بود و رفته بودم خوشون خالش ظاهر خیلی بدی داشت همیشه پیشم داونی کوتاه میپوشید ولی من باز به روی خودم نیاورده بودم گفتم خب هر آدمی یه پوششی داره دیگه اصلا به این فکر نمیکردم که سهرم زیر دست یه همچین زنی بزرگ شده سهر بیشتر اوقات می اومد خونم. مامانم بهش خیلی محبت میکرد هر دفعه می رفت بیرون برای سهر لباس می خرید. کلی بهش می رسید. می گفت این دختر پدر و مادری نداره. دیگه دختر من محسوب میشه. سعی می, می کرد بهش برسه. سعی می کرد اون چیزایی که راجع بهش شنیده بود و ندیده بگیره. منم خیلی خوشحال بودم از اینکه که مامانم باهاش میسازه. سازه. آخه مامانم دختر نداشت. ما دوتا برادر بودیم. سحر رو مثل دخترش میدید. همش بهش می رسید. خلاصه که همه چیز خیلی خیلی خوب بود تا اون شب اون شبی که برای اولین بار با یکی از دوستای خانوادگیم رفته بودیم بیرون اونا برای اولین بار بود که سهر رو میدیدن از وقتی که رفتیم بیرون انگار احساس کردم دوستم به سهر یه جوری نگاه میکنه اعصابم خرد شده بود زن من خیلی خوشگل بود فکر میکردم به خاطر قیافشه که دوستم اونقدر بهش نگاه میکنه بهش تذکرم دادم گفتم خودتو جمع کن حامد حامد به هم نگاه کرد و گفت منظورت چیه؟ گفتم خیلی داری به سهر نگاه میکنی من خیلی حساسم روی زنم و بهم گفت منم تعجبم از اینه که تویی که اینقدر حساسی با این چرا ازدواج کردی جا خوردم و گفتم چی میگی منظورت چیه گفت تو مگه اینو نمیشناسی نمیدونی چه کار است تو تو این همه سال زن نگرفتی حالا اومدی اینو گرفتی گفتم حرف دهنتو بفهما چی داری میگی از کی داری حرف میزنی خیلی عصبی شدم آخه زن ناموس من بود اون داشت راجع به زن من حرف میزد واقعا عصبی شده بودم دیدم بهم گفت وایسا الان بهت یه چیز رو نشون میدم اون شب دوستم فیلمی رو به هم نشون داد که من شوکه شدم سحر با موهای باز بدون هیچ لباسی روی تخت کنار یه مرد بود فقط اون فیلم نبود چند تا فیلم دیگه بود عین فیلمای مستهجن بود دقیقا معلوم بود که با رضایت خودش ازش فیلم گرفته بودن به دوستم گفتم این فیلم رو از کجا گرفتی بهم گفت همه جا پخش این فیلم ها. این زنه از این رو پول در میاره کارش اینه این فیلم نمونه کاراشه بهم گفت تو یعنی اصلا یه تحقیق نکردی راجع بهش که چجوریه اصلا این چجوری پیدا کردی من اصلا به پته افتادم گفتم من چه میدونستم بهم گفت تا دیر نشده این زن رو طلاق بده گفتم چی میگی بابا آبرون میره نمیگم پسر فلانی سر ماه نشده زنش رو طلاق داده دیدم میگه زن تو کلی این منطقه میشناسن فردا پشتت کلی حرف در میاد پسر اسم طلاق رود باشه بهتر از اینه که بگن زنش خرابه اون شب دیوونه شده بودم دائم حرفای بابا میومد توی ذهنم که میگفت راجع بهش تحقیق کردم و زیاد آدمای درستی نیستن دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار سردرد گرفته بودم انگار داشتم میمردم خیلی حالم بد بود دوستم که حالمو دید گفت ولش کن خودتو جمع جو کن حالا کاری که شده دیگه یا طلاقش بده یا اینکه باهاش صحبت کن که دیگه دنبال این کارا نره چون آدمایی که اینجورین مطمئن باش بازم میرن سمت این کارا من دیگه نمیفهمیدم دوستم چی میگه سهر و زن دوستم رفته بودن خرید کنن وقتی برگشتن من انگار به صورتش که نگاه میکردم ازش بدم میومد اون فیلما ها فیلم های کمی نبودن زنی که من دوستش داشتم زنی که اسمش توی شناس من بود تا این حد کسیف بود آخه سهر اصلا راجبه این قضیه ها به من چیزی نگفته بود فقط گفت که یه پسری گولم زده و دیگه دختر نیستم اصلا به هیچ عنوان راجع به گذشتش به من چیزی نگفته بود. دیگه نفهمیدم تا آخر اون شب بیرون رفترمون چجوری سپری شد. سهر ازم میپرسید چی شده؟ چرا قد حالت بده؟ چرا یه جوری هستی؟ اصلا باش حرف نمیزدم. اون شب رفتیم خونه ما. خدا رو شک پدر و مادرم خونه نبودن چون واقعا نمیتونستم که سکوت کنم و حرفی نزنم وقتی رفتیم تو اتاق انداختمش روی تخت و گفتم از جلو و عقب همه رو به همه نشون دادی اون هر روز نمیفهمید من چی میگم اصلا جنون به هم دست داده بود حالم اصلا دست خودم نبود انگار میخواستم بهش فقط آسیب بزنم تا حرسم خالی بشه رفتم توی آشپزخونه چشمم به یه تیزی افتاد گفتم نه ولش کن یه بلایی سرش میاد میفته گردنم یکم که گشتم دیدم یه هاون که دسته یه هم داره تو آشپزخونه است اونو برداشتم و رفتم دوباره تو اتاقش بهش گفتم دراز بکش اونم با تعجب بهم به نگاه میکرد میگفت چی داری میگی چرا باید دراز بکشم گفتم من نیاز دارم بهت تو که خوب بلدی نیاز بقیه رو برآورده کنی پس الان نیاز منم برآورده کن شوکه شده بود دیدم تکون نمیخوره به زور شلوارش رو از پاش در آوردم و اون دسته هاون رو فرو کردم تو بدنش صدای جیغش رفته بود هوا گفت چیکار داری میکنی دیوونه گفتم من دیوونم یا تو تو یه آدم خرابی تو خودتو به من قالب کردی تو فیلم های پرن جا هست چجور آدمی هستی؟ تو چه آدم کسیفی هستی؟ من چرا راجع به تو کمی تحقیق نکردم؟ اینو که گفتم با بود به ام نگاه کرد و گفت نه داری اشتباه میکنی کی این حرف رو بهت زده؟ گفتم من خودم فیلماتو دیدم نه با یه نفر نه با دو نفر با صد نفر بودی تا حالا تو که میگفتی منو گولم زدن حتما با خودت گفتی که این پسر ساده است و احمقه خودم میندازم بهش نه دیگه انگار نمیتونست انکار کنه من هاون و هی در میوردم و دوباره وارد بدنش میکردم دیدم دیگه حرفی نمیزنه فقط به کارام نگاه میکرد من دیگه رابطمون رو تموم شده میدیدم وقتی حرسم خالی شد دسته هاون رو پرد کردم یه گوشه و بهش گفتم نمی دیگه باد زندگی کنم برای من تو همینجا تموم شدی من با اون قضیه به سختی کنار اومدم فکر کردیم با این قضیه هم کنار میام فکر نمی کردی تو این شهر کسی راجع به گذشتت چیزی بهم بگه ازت متنفرم اینا رو که گفتم دیدم سهرم انگار یه جوری شد برگشت بهم گفت که باشه منم مهریم و تا آخر ازت میگیرم و بعد جدا میشم پوزخندی زدم و گفتم مهریم ازم میگیری؟ من فقط کافیه فیلمایی کثیف تو چهار جا نشون بدم بیچاره میدونی حکمش چیه؟ گفت که بخوای به کسی حرفی بزنی آبروی خودت هم میره گفتم آبروی من چرا باید بره این تو بودی که آدم کثیفی بودی تو بودی که منو گولم زدی دیگه اون شب حرفی نشد و اصلا من حتی سهر رو تا خونشون نرسوندم خودش پا شد و رفت خونشون میدونید بعدشون چی کار کرد؟ فرداش دیدم یه عکسی رو برام فرستاد. باورم نمیشد. یه عکسی بود که سهر کامل پاهاش باز بود و مرده یه چیز زخیمی مثل دستبی یا یه همچین چیزی چوبی رو کرده بود داخل بدنش. پسر لخت لخت بود و با لذت نگاش میکرد. فقط اون عکس نبود. دیدم پشت سرش یه عکس دیگه فرستاد که یه مردی دستش رو کرده بود و توش وارد بدن سهر میکرد. سهرم با لذت انگار داشت نگاش میکرد. سینهاش بیرون بود و اون مردم انگار داشت اون قسمت بالاتنه سهر رو میبوسید. دیدم بعدش تایپ کرد که حالا قشنگ ببین و بسوز. هاونگ فرو میکنی تو بدنم بیچاره من زخیم تر از ایناشم هم دیدم تو فکر کردی من عاشق چیه تو شدم تو نه یه قیافه درست درمونی داشتی نه چیز دیگه ای من نسبت به تو خیلی قیافم سرتره برو خدا رو شکر کن که من زنت شدم من صد تا بهتر از تو رو میتونستم باهاشون ازدواج کنم فکرشو بکنین اونقدر گستاخ بود که به من این حرفا رو میزد آخه تو دوران دوستیمون اصلا یه همچین آدمی نبود حالا الان یه فوشایی به من میداد که من که مرد بودم اونا رو بلد نبودم توی دوران دوستیمون خیلی آروم بود خیلی متین بود همش منو میخندود اصلا من یه حرف زش از این بشر ندیدم در تعجب بودم که یه دختر چجوری میتونه اونقدر خوب نقش بازی کنه نه به اون همه معصومیتی که داشت نه به این اخلاق الانش اصلا نمیتونستم باور کنم من که خودم رو زرنگ میدونستم گول خورده بودم گول یه همچین آدم کسیفی رو چرا من با یه نگاه عاشق این زن شده بودم واقعا چرا اصلا کاش همون وقتی که گفته بود دختر نیست ولش کرده بودم بدتر این که وقتی پدر و مادرم فهمیدن اون قضیه رو کلی به هم سرکوف زدن گفتن ما که بهت گفتیم این دختره به دردت نمیخوره تو بود که داشتی خودتو میکشتی مامانم که داشت سکته میکرد میگفت فیلماش همه جا پخشه من جواب مردم رو چی بدم پسر همه میدونن این آدم زنه توه گفت مطمئن باش که خیلی ها که یه همچین کاره وقتی دیدنش به رومون نیووردن آبرومون رفته بود همه جا همه فهمیده بودن که من با چه آدمی ازدواج کردم سهر از ترس اینکه من براش درد سری درست نکنم بدون هیچ مهریه ای ازم طلاق گرفت اگه من با یه آدمی ازدواج میکردم که از لحاظ اخلاقی با هم نمی ساختیم و جدا می شدیم اینقدر سرشکسته نمی شدم ولی از اینکه گولم زده بود و گول خورده بودم نابود شدم الان یه چند ماهی از اون روزا میگذره من از سهر دیگه هیچ خبری ندارم دیگه کامل ازش جدا شدم ولی چند وقت قبل یکی از دوستان گفت که این با یکی دیگه است و بازم فیلماش در اومده من احساس می کردم که این دختر بیماره وگرنه چطور ممکنه تو چوب به اون کلوفتی بره توی بدن تو اصلا واکنشی نشون ندی احساس میکردم این زن یه اقدهی داره به خاطر اینکه توی خانواده خوب بزرگ نشده هر چیزی که بود باعث شد که من هم خودم زندگیم نابود بشه هم خانوادم میخوام اینو بهتون بگم با هیچ آدمی ندیده و نشناخته وارد رابطه نشین حتی اگه کوچکترین حرفی راجع به اون طرف شنیدین حتما پیگیر بشین همه رو مثل خودتون ساده نبینین فکر نکنین که مردم چیزی حالیشون نیست مردم بیرون گرگن حتی اگه کوچکترین چیزی از طرف مقابلتون شنیدین حتما قبل از ازدواج پیگیر قضیهش بشین این چیزا شوخی بردار نیست من که زندگیم نابود شد امیدوارم که زندگی من در عبرتی باشه برای خیلی از جوانان. ممنونم ازتون که شنونده داستان زندگی من بودین و خوشحال میشم اگه نظری پیشنهادی و یا راهنمایی دارین حتما داخل کامنت ها برام بنویسین همراهان عزیز چنان چه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید